سلام سلام سلام، برنامه کتاب باز شروع شد. آقای مجتبی شکوری سلام. سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما و مردم عزیز ایران. ارادتمندم. ما وقتی که روی این مبلا میشینیم میدونین معنیش چیه دیگه. یعنی برنامه‌ام کامله. یعنی من بچگی آرزو داشتم روی این مبلا بشینم. یعنی اینکه مبحثی که شما میخواین مطرح کنید صحبت‌های دکتر مجتبی شکوری عزیز طولانیه و دیگه ما امروز کارشناس نخواهیم داشت، کل برنامه رو در خدمت آقای شکوری خواهش میکنم. خیلی ممنون که این فرصت رو به من دادین و معنیش اینه که قرار یه ذره آرومتر حرف بزنیم چون از اون شتابی که تو اونور داریم یه ذره کم بشه. خیلی ممنون که این فرصت رو ارادتمندم. درباره چی قرار صحبت کنیم؟ امروز یه کتابی رو آوردم که خود شما هم به تازگی خوندین، منم خوندم، خیلی دوستش داشتم و اسمش اینه، نقشه هایی برای گم شدن، نوشته خانم ربکا سولنیت، جستارهایی از ایشون و ترجمه آقای نیما اشرفی، نشر اطراف. مگه نقشه معمولا برای پیدا شدن نیست؟ دقیقا پارادوکسش اینه دیگه، این یه راهی رو و یه نقشه رو و یه مسیری نشون میده که ما چطور گم شیم و در مورد این گم شدن توضیح میده که چطور میتونه به حال بهتر ما و جهان پیرامون ما کمک کنه. یعنی اینکه ما همیشه فکر میکنیم پیدا شدنه که راه رو به مقصد میرسونه، ولی خیلی وقتا گم شدنه که مهمتر از گاهی باید گم شد تا پیدا شد. در واقع ایده اصلی و استخونبندی اصلی کتاب اینه. آقای شکوری یه شعریه بله که خیلی 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 من دوستش دارم، سالها پیش اینا آقای مرحوم سرشارم خوندن، خیلی مرحوم سرشار بزرگ بی نظیرم خوندن. من چون ممکنه اشتباه بخونم یه لحظه شما باشه که من اینه الان پیداش، ولی حیفه. خیلی ممنون که این کار میکنید و برای شعر خیلی خوب. ببینین اصلا ربطی داره به صحبت. خواهش میکنم. میگه گم شدم در خود چنان که از خیش ناپیدا شدم، شب نمی بودم ز دریا، غرق در دریا شدم، سایه‌ای بودم ز اول بر زمین افتاده خار، راست کان خورشید پیدا گشت ناپیدا شدم، ز آمدن بس بی نشانم و از شدن بس بی خبر، گویی یا یک دم بر آمد کامدم من یا شدم. چقدر عالی ادامه بود. داره. چقدر عالی شعر بی‌نظیر از عطا. چقدر بی‌نظیر خوندین. ما میتونیم همینجا برنامه رو تموم کنیم. اینو باید با صدای آقای سرشار، خدا رحمتش کنه، سرشار گوش کنید. واقعا زیبا اجرا کرد. خیلی عالی بود و دقیقاً استخونبندی اصلی کتاب همین ایده ایه که مال عطار بود. چه درسته که از عطار خوندید. عالی بود. خیلی ممنون. من معرفی اول کتابو بکنم، در موردش توضیح بدم، اینم بذارم رو پام که مسلط باشم. ببین کتاب جستاره. تو مقدمه ناشر نوشته که جستار یک ادبیات بیقراره، در واقع ادبیاتیه که خیلی فرم گریزه، هر چند فرم کلی خودش رو داره، یه متن ماجراجوه که در جستجوی همساز کردن چیزهای به ظاهر ناهمسازه. یعنی کتاب دالانی از قصه های مختلف که در ظاهر به هم ربطی ندارن، یک جریان سیالی از ماجراها، فکتها، ولی در بطنش و در تصویر کلی و در نگاه در واقع از بالا همه اینا میبینی که چطور این جزیره های جدا یک سرزمین میسازه، سرزمینی از مفهومی به نام گم شدن. خب من تجربه خودم از کتاب میگم، این که یه سری فصلا رو خیلی دوست داشتم ولی به نظر من یه سری فصلام افت میکرد و کتابی که اگر خواستم بخونن به نظر من باید چشیدش، باید با تأمل خوند، باید آرام خوندش
و یه نکته دیگه هم فرم کتابه که خیلی به اون مفهوم نزدیکه. انقدر این دالان‌های داستان‌ها باز میشه دراش که انگار تجربه خواندن کتاب هم یک تجربه گم شدن در داستان هاست و اینکه در نهایت در این گم شدن‌های متوالی ما مقصد رو پیدا میکنیم، انگار پیدا میشیم، گم میشیم و ناگهان اون کشف به اون دست میده. یه نکته که میگه و بر من خیلی دلانگیز بود، همون صفحات ابتدایی هم هست، اینه که میگه که گم شدنی یعنی رفتن در مسیر و گم شدنی که نه دنبال مقصدیم و نه در پی جواب. دقیقاً. فقط داریم میریم. دقیقاً. در واقع در مورد زیستن خود پرسش ها حرف میزنه. و آره و این خیلی هم حالا از شما میخوام کمکم کنی. خیلی به نظر من نحوه نگاهش خود شما، شخص سروش صحت و زیستش خیلی مرتبطه. و امیدوارم که حتما ما هم کامل کنید در ادامه. بس ببینید کتاب یه ریتم عجیبی هم داره. مثلا توی فصلا اگر من بیارم، در واقع شروع میکنه فصل اول درها رو باز کنه، بعد آبی دوردست، حلقه های گل مینا آبی دوردست، رها کن آبی دوردست، دو سر پیکان آبی دوردست، و انگار این آبی دوردست که دال مرکزی تو این کتاب یه نخ تسبیحیه که این دانه های بدون ارتباط به هم رو به هم وصل میکنه. یعنی چی آبی دوردست؟ آبی دوردست رو میشه اینجا دید، یعنی روی خود طرح جلد بهترین کار نشان دادنشه. دیدین یه چیزی رو میبینین که خیلی دور از شما، مثل یه کوهی که کیلومترها دورتر از ماست، یه حاله ای از آبی داره که اینجا این بالا میتونیم ببینیم که به این میگن در نقاشی آبی دوردست. در واقع از قرن 15 سر و کله آبی دوردست در نقاشی ها پیدا شده. قبلش پرسپکتیو رو هنوز کشف نکرده بودن، ازش استفاده نمی‌کردن. تصویر خیلی فلت بود دیگه، یه آدم می‌ایستاد، یه اشرافزاده‌ای پشتش دیوار بود یا یه منظره ثابت بود. از قرن 15 به بعد آدما می‌خواستن دوردست‌ها رو نشان بدن و برای اینکه نشون بدن اون دوره، اون گوسفند اون پشت، اون چوپان اون پشت، اون کوه اون پشت، از این رنگ استفاده می‌کردن که آبی دوردسته. بیشتر راجبش حرف می‌زنیم که چه ارتباطی می‌تونه به حال خوب داشته باشه و این آبی دوردست چه گم شده مهمی در زندگی ماست. پس سروشان، من شروع میکنم یه سری داستانهایی که تو کتابه رو میگم و اینا در نگاه اول بی ارتباط به هم به نظر میرسه، ولی خواهشم از مخاطبین عزیزمون اینه که با این ذهن دنبالش کنن، با این نگاه ما رو بشنون و ببینن که اون ارتباط معنایی میان این داستانها چیه. در واقع ما توی قسمت میخواییم یه کلاژ بسازیم، چیزهایی که به نظر شبیه نمیاد ولی شبیه. اولین قصه ای که کتاب با شروع میشه قصه الیاس نبیه. یک در واقع عمر جاودانه پیدا کرد، ولی ویژگیش اینه که در لباس مندرس یک آدم معمولی او رازهایی رو در مورد جهان میدونه و میگه. این ماجرای اولشه. و خب نکته مهم تو این قصه اینه که گوش دادن به آدمهای معمولی و غرق شدن در پدیده های معمولی چطور میتونه رازی رو گاهی بر ما شکوفا کنه. منظورم اینه که شاید با این نگاه اسطوره‌ای دارم خوانش میکنم، شاید آدم معمولی که داریم باش صحبت میکنیم خود الیاسه که داره رازی رو از هستی و از جهان برای ما باز میکنه با ساده ترین کلمات. خب این اولین در واقع شروع کتابه. ربکا سولی توی کلاسی داشته درس میداده و این دانشجوی یه سوالی ازش میپرسه که واقعا سوالیه که سالها در ذهنش پژواک داره، رهاش نمیکنه. سوال اینه، سوال دشواریه که برای خود من، برای خود شما هم سواله، برای هر انسانی در این سیاره رنج این یه سوال مرکزی مهمه. سوال اینه که چطور در پی چیزی هستی که ذاتش مطلقاً بر تو پوشیده است؟ میدونید ایشون داشته در مورد امور اصطلاحی حرف میزده، متافیزیک حرف میزده، عدالت، جهان بهتر، و ناگهان کسی گستاخانه ازش میپرسه که تو به عنوان یک انسان محدود به ماده و اینجا و گیر افتاده در این سیاره خاکی چطور در پی چیزی هستی، امری هستی، مفاهیمی هستی که مطلقاً دست نیافتنیه و در واقع از تو پوشیده است. من میخوام بگم کل کتاب جستجویی و تلاشی برای پاسخ دادن به این سواله. خب بریم جلوتر. یه قصه دیگه میخوام بگم که توی کتاب خیلی منو تکون داد. کتاب در مورد گم شدنه و یه جایی ربکا سولنیت با یه خانومی حرف میزنه که جز گروه امداد و نجات کوهستانه، آدمایی که تو کوه گم میشن و پیدا میکنه. اون خانومی قصه براش تعریف میکنه که از یه جایی، از یه مدرسه، یه اردوی متشکل از یه سری بچه کودکان ابتدایی اومده بودن تو این کوه
و یه پسر در واقع کر که نمیشنیده و لال با بچه‌ها داشته قایم موشک بازی می‌کرده و انقدر خوب قایم موشک بازی می‌کنه که دیگه پیداش نمی‌کنن. هی می‌گردن، هوا داشته تاریک می‌شده، نگران شده بودن و ساعت‌ها گروه جستجو شروع می‌کنه گشتن جای مختلف و ایده درخشان این که پسر رو پیدا می‌کنن با صدای سوت. از دور می‌بینن پشت یک دره صدای یک سوت میاد. هوا به شدت سرد بوده، شب همه جا رو پوشونده بوده. قدم می‌زنن و می‌بینن پسری که نمی‌شنوه تمام مدت ساعت‌ها در حال سوت زدنه و سوت زدنه و سوت زدنه. آقا سعد، این یکی از تکان دهنده ترین تصویرها در مورد موقعیت ما در جهانه. من فکر می‌کنم امید اگه تعریفی داشته باشه اون سوت زدن در تاریکیه. وقتی ما گم میشیم در لابلای مسیر زندگی، وقتی خودمونم نمیدونیم کجاییم، و نکته درخشان اینه که این بچه نمیشنیده و سوت میزده و شاید تنها کار و شاید تنها چیزی که از اون برمیاد سوت زدن و سوت زدن و سوت زدنه. شهاب مقربین یه شعری داره، میگه میترسم از عشق، از عشق میترسم. این شعرهای عاشقانه که مینویسم سوت زدن کودک است در تاریکی، برای اینکه اون حراسش رو از این امر غیر قطعی از عشق کم کنه. میدونید، باز بریم جلوتر و یه سوال اینجا از شما بپرسم. سوالم اینه که خب شما هم روزای سخت و آسون داشتین، شما هم جای گم شدین در تاریکی، سرد بوده، بی پناه بودید و آسیب پذیر. شما تجربتون از سوت زدن در تاریکی چی بوده؟ من آدم برونگرایی هستم آقای شکوری، یعنی وقتی که مشکلی دارم هم خودم بهش خیلی فکر میکنم، هم با کسایی که قبولشون دارم و دوستام خیلی نقش مهمی تو زندگیم دارن، دوستانی که قبولشون دارم خیلی حرف میزنم. این حرفا به معنی این نیست که هر چی میگن رو میپذیرم، چون الان دیگه میدونم که این درست نیست، ولی این حرف زدن و رد کردن از یه فیلتری که حالا خود آدم محسوب میشه، به من یک نقشه‌ای نشون میده که حالا تو این شرایطی که گم شدم دوباره بتونم یه راهی، که خیلی وقتا این راه با راهی که قبلا فکر میکردم هم متفاوته، یک راه جدیدی رو بهم نشون بده. خیلی عالی. من دوست دارم مخاطبانمونم به این فکر کنن که اونا تو جریان زیستنشون کجا بوده که حتی شاید صدای سوت خودشون رو نمیشنیدن، ولی سوت می‌زدن به امید این که شاید راه رو پیدا کنند. خب این نکته مهمیه. یه چیزی که کتاب باز باش بعد از این قصه ادامه میده و من اینو ببخش هسته حرفت رو اضافه کنم که مهم اینه که سوت رو بزنیم. ما چاره ای نداریم آقای سعد. ما حتما هر انسانی که در این جهان زندگی میکنه گم خواهد شد. من ندیدم کسی رو که، و فکر کنم مخاطبانمونم تایید میکنن که، در فرایند زیستن جایی گم شده، هراسان و آسیب پذیر نبوده باشه. و چه کار میشه کرد؟ کتاب که اصلا پیشنهاد میکنه خیلی وقتا خودتون رو گم بکنید تا چیزی رو پیدا کنید. آره دقیقاً جلوتر به این میرسیم. پیرو نکته‌ای که شما گفتین در واقع میگه مهمترین خصیصه یک انسان کامیاب، یک انسانی که همه وجودش رو داره زندگی میکنه، ظرفیت تحمل عدم قطعیته. یعنی که ما تا کجا میتونیم ابهام رو، رازآلودگی رو، اینکه بعضی جواب‌ها رو نداریم رو بتونیم تاب بیاریم. یه جمله خیلی من تو این برنامه‌ام گفتم، این که بلوغ ترک چیزهای آشنا و امنه. بلوغ ترک چیزهای آشنا و امنه. ما میتونیم همه عمر در اسارت امنیت و خانه بمانیم و هیچ چی رو در مورد جهان نفهمیم، هیچ چی رو اهلی نکنیم، ازش سر در نیاریم، ولی اگر تصمیم گرفتیم که در رو باز کنیم و قدم به جهان بذاریم، باید بدونیم ابهام، گم شدن، عدم قطعیت بخش مهمی از ماجرای سفره. و میگن هنر هم همینه. هنر هم سوت زدن در تاریکی. من گم که میشم یه کاری که میکنم اینه که فیلم میبینم. میدونید شاید بی ارتباط به موقعیت منه، ولی میدونید باش گریه میکنم، باش میخندم. من خیلی تجربه حسی دارم با سینما. یه جورایی برای من سوت زدن در تاریکی شاید فیلم دیدنه. آره هنر هم همینه.
یه واژه‌ای رو بررسی میکنه به نام لاست که معنی گم شده میده و میگه این از واژه LOS یعنی لاست در زبان لاتین گرفته شده که به معنای انحلال قشون جنگیه، ولی ریشه این کلمه برمیگرده به سربازانی که از آرایش نظامی خارج میشن و آماده میشن تا به سرزمین خودشون برگردن. در واقع گم شدن گاهی به معنی اینه که گاردمون رو نسبت به جهان باز کنیم و اجازه تجربه بلافاصله و بدون فیلتر جهان رو به خودمون بدیم. میدونید باز به این فکر کنیم که ربط این موضوع به حال خوب و بحثای ما اینه که ما خیلی به یه سری قطعیت‌های ریجید متسلب چسبیدیم و این قطعیت‌ها این میله‌های فولادین زندان اجازه رشد رو از ما گرفته. از این خرچنگی در کتاب حرف میزنه به نام خرچنگ گوشه‌گیر که اینا خودشون صدف ندارن، یعنی اون قسمت سخت بدن رو ندارن، خیلی آسیب پذیرن. کارشون اینه که میرن صدف پیدا میکنن و اونجا جا میگیرن، اما رشد دارن میکنن و یه جایی هست که این صدف دیگه اندازه‌شون نیست و یه جایی هست آقای سحر در زندگی خرچنگ‌های گوشه‌گیر که بسیار به وضعیت ما انسان‌ها شبیه که میان بیرون از اون صدفی که تنگ شده که صدف جدیدی پیدا کنن و در تمام مدت به شدت آسیب پذیرن. میدونید ولی اگر این کار رو نکنن عملا دچار مرگ خواهند شد. من میخوام بگم ما هم اگر قفس تنگ و تاریک قطعیت‌های قبلی رو رها نکنیم ممکنه به منزله مرگ روحمون باشه. این هم ماجرا. میبینید آرام آرام داره مفهوم تراشیده میشه که ربکا سولنیت داره چی میگه. هی قصه میگه از خرچنگا، از پسری که گم شده، از ریشه واژه، و داریم میرسیم به اون قلب قصه ای که اومد به نظرشه. فکر کنم شما میخواین چیزی بگین. من یاد یکی از آشناهامون افتادم. این آشنای نزدیک ما در عمرش پاش نپیچید، دستش نشکست، ضرب دیدگی نداشت، هیچ وقت هیچ خطری تهدیدش نکرد، هیچ وقت حیوانی بهش حمله نکرد، هیچ وقت نترسید، هیچ وقت گم نشد، هیچ وقت گم نشد. و این خب خیلی به نظر میاد جذابه، ولی هیچ وقت دوچرخه سواری نکرد، هیچ وقت کوه نرفت، هیچ وقت از بالای یه بلندی توی رودخونه نپرید، هیچ وقت توی جنگلی نرفت راه بره، هیچ وقت شب تنها قدم نزد، هیچ وقت زیر بارون نرفت، هیچ وقت زیر برف هم نرفت. اونا رو اون آسیبا رو ندید، ولی این کارا رو هم هیچ وقت نکرد. پس من میتونم بگم هیچ وقت زندگی نکرد، هیچ وقت از روشنایی های ساحلی که بهش تعلق داشت جلوتر شنا نکرد و هیچ ساحل جدیدی رو کشف نکرد. دقیقاً. و آقای سعد این باز ربطش به بحث قبلی ما اینه که ما باید جرأت آسیب پذیر بودن داشته باشیم، ظرفیت تحمل عدم قطعیت رو داشته باشیم و زیستن خود پرسش ها. و هر کسی یه جوریه. این به نظر من خیلی نکته مهمه که یادمون باشه هر کسی باید مدل خودش رو پیدا بکنه. دقیقا. من سود زدنم اینه که میرم با دوستام حرف میزنم. بله. شما میشینین فیلم میبینین. بله. یکی میره ماجراجوییش ماجراجوییه، میره از کوه بالا، یکی دیگه توی ذهنش ماجراجوییاش انجام میده. یعنی این نیست که این گم شدن حتما تو خیابون گم شدن، تو کوه گم شدن. درست. ذهن رو میشه برد این ور اون وری که تا به حال نرفته و حتی جرأت نداشتیم به ذهنمون بگیم به اینم فکر کن، این یکی هم بهش نگاه کن. دقیقاً. و ما در زندانی از قطعیت هایی که ساختیم و قصه هایی که باورشون کردیم گیر افتادیم. من میخوام بگم قصه اگه قصه است باید توانایی تغییرش رو، بازنویسیش رو، میدونی این رو داشته باشیم. آقای سعد در یک زندگی فروبسته یک پایان باز فقط میتونه ما رو نجات بده. در یک زندگی که بسته شده با چیزها به این فکر کنیم که اون قطعیت ها تا چه حد قطعیان ها و چقدر ما رو محدود کردن. یه برنامه داشتیم راجع به عشق حرف می‌زدیم، کتاب درخشان بالون سواری نوشته جولیان بارنز، و اونجا خیلی جالب عشق رو اینطور توضیح میداد. میدونی که همسرش رو از دست داده بود بعد از دهه‌ها زندگی عاشقانه و با قلبی مجروح و شکسته نوشته بود هر داستان عاشقانه بالقوه یک داستان اندوه هم هست، و توصیف کرده بود که چطور عشق، تجربه عشق، اینکه این بلیط رو بگیریم چطور شبیه بالون سواریه،
جایی که ما از زمین کنده میشیم و باد ممکنه ما رو به جایی ببره که در واقع دوست نداریم یا نمیدونیم کجاست. و سوال مهمی که پرسیده بود، آیا سوار بالون میشید؟ آیا بلیتی که در جیب هر انسان هست رو خرج میکنید؟ خیلی مهمه. آیا من فکر میکنم اگه به این سوال جواب بدیم خیلی چیزها تو زندگیمون روشن میشه که خیلی هم مرتبطه به در واقع بحث. کتاب در مورد این توضیح میده که چطور همه کاشفان، چطور همه اونهایی که چیزی رو در ناشناخته‌ای رو در جهان ما کشف کردن، تجربه گم شدن رو داشتن. کاشفی که به سرزمین ناشناخته پا میذاره، اولین ویژگیش اینه که اونجا ناشناخته است و گم شده، و گم شده که چیز مهمی رو پیدا کرده. تا گم نشیم چیزی رو پیدا نمی کنیم. همون بیت درخشانی که شما خوندید. یه داستان جالب دیگه میگه. ما این کلاژ رو آروم آروم داریم میسازیم از سرخ پوست ها. میگه که یه قبیله سرخ پوست در آمریکا به جای اینکه بگن دست راست من و دست چپ من، از کلمات دیگه استفاده میکنن. اونا جهتها رو، یعنی دست راست رو، با شمال، جنوب، شرق و غرب میفهمن. یه لحظه تصور کنیم اینو، خوب گوش بدیم. یعنی ممکنه که من وقتی کلماتم برای توصیف دستام راست و چپه، وقتی دارم میرم به یه سمتی، وقتی دارم برمیگردم، دست راست من دست راست منه. ولی سرخپوستی که پشه دست راستشو نیک زده، وقتی داره میره دست راستش دست شرقیشه و وقتی داره برمیگرده دست راستش دست غربیشه. چه تواضع درخشانی در همامیزی اینها با جهان وجود داره. انگار بخشی از جهانن، نه موجودی منفصل، نه موجودی جدای از طبیعت و جهان. میدونید تغییر میکنن با حرکتشون در جهان. باز داره اشاره میکنه به اون قطعیت ها. یعنی وقتی داره میره دست راستش رو، دست شرقیش رو پشه نیک زده، وقتی داره برمیگرده دست غربیش رو. یعنی در نسبت با جهان حتی جهت ها براش تعریف میشه. آخرین کسی که به این زبان سرخپوستی حرف میزد سال 2003 در آمریکا مرد. و ما حتی فراموش کردیم که این زبان چه امکاناتی در دیدن جهان میتونسته به ما اضافه کنه که ما نداریم. خب پس باز بینیم جلوتر قصه های دیگه میگیم. باز در مورد فرهنگ سرخپوستا مفهومی رو میگه به نام ترس زنی. میگه که تو اون کالچر، تو اون فرهنگ، این خیلی عادی بود که میگفتن فلانی کجاست، عقاب سفید کجاست، و خیلی عادی میگفتن رفته پرسه بزنه یا تو دوره پرسه زنیشه. وقتی اندوه دیگه جا نمیشد تو قلبشون، اندوهشون رو قدم میزدن، اندوهشون رو پرسه میزدن. سه چهار روز گم میشدن، گاهی تو طبیعت میخوابیدن، گاهی پیش قوم و خیشاشون در قبیله دیگری میرفتن و پرسه میزدن و پرسه میزدن و قلبشون که آرام میگرفت دوباره برمیگشتن و به قبیلهشون یه آدم عادی. من میخوام بگم آقای سعد، ما حق پرسه زدن رو حتی نداریم. مخاطبان اون فکر کنن که آخرین باری که این حق رو داشتن که یه چند ساعتی در ماه برای خودشون پرسه بزنن، اندوهی رو قدم بزنن، کی بوده؟ و این قدم زدن چیز خیلی مهمیه. اصلا یه نسلی از نویسنده ها هستن بعد از جنگ در امریکا که خیلی هم تاثیرگذار بودن، بهشون میگن نسل بیت، که اینا از سفر، از رفتن، از پرسه زدن می نوشتن. یکی از کتابای خیلی معروفشون که جک کرواک نوشته و احسان نوروزی ترجمه کرده، اسمش هست در راه. خیلی هم عجیبه چون کتابی تقریبا شبیه این با یه همچین حجمی، ولی فکر میکنم در یک نشست، یعنی اصلا کاغذها رو جدا نمیکرده که الان وجود داره، کاغذها رو به هم چسبونده بوده و مثل یک تومار اینا یک ضرب، یا مثلا در یه فرآیند چند روزه نوشته. عجب. یه پرسه زنی رو یه تیکه نوشته و تومارش وجود داره. عجب. توی ادبیات خودمون هم هست، یکی از کسایی که توی داستانهاش خیلی پرسه زنی وجود داره، حالا به عقیده من، شاید یکی دیگه بخونه بگه نه به نظر من نیست، آقای جعفر مدرس صادقیه. چه توی گاوخونی، چه توی سفر کسرا و خیلی کتابای دیگه‌شون، مثلا سفر کسرا داستان سفر کسراست، پرس زدن کسراست و اتفاقا اونجا کسرا بی هدف داره میره، سوار میشه که فقط بره. و این قصه سوار شدن و رفتنیه که
هدفی هم دنبال نمیکنه، فقط داره میره. اصلا هدفش رفتنه. فقط رفتنه. آقا صد ما خیلی وقتا با پاهامون جهان رو میفهمیم. یه قصه توی کتابی میخوندم از یه خانومی در کنیا که چشمش آب مروارید آورده بوده. یه مثلا 6 سالی بوده که یه ببخشید 3 سالی بوده که کور شده بوده. بعد میره توی کمپی که پزشک داشته و چشم پزشک و چشماشو عمل میکنن. کور با نوزادش میره اونجا آب مروارید عمل میکنن و میبینه. بعد از سالها اولین تصویر نوزادشه و چقدر درخشانه، اما مشکل این بوده که نمیتونسته برگرده خونه. میدونید چون کور اومده بوده نمیتونسته مسیر چیه. دو سه روز تلاش میکنه اینو پیداش کنن با اطلاعاتی که میده و پیدا نمیشه. و بعد کار عجیبی میکنن، چشماشو میبندند و او با پاهاش و او با گوشهاش و او با بقیه حواسش اون درکی که از جهان داشته راه رو پیدا میکنه. میدونید با چی میخوام بگم؟ ما با پاها با بدنمون میتونیم جهان رو کشف کنیم. ادیسون وقتی اون دستگاهی که نیای گرامافون بود و ساخت کرد بود تقریبا، و برای اینکه بشنوه با فکش میشنید. این چوبی که اونجا لرزش میکرد رو به دندان میگرفت، چشماش رو میبست، تمام وجودش رو متمرکز و با لرزش فکش نوت‌ها رو میشنید. میدونید میسا میخوام بگم این مهمه که ما بدونیم که چشمهای ما در واقع 1% از وزن سرمان، و ما با چیزهای دیگری میتوانیم جهان رو بشناسیم، بچشیم، لمس کنیم، بشنویم، و تو پرسه زدن اینها فعال میشه. میدونید همه اینها فعال میشه. شما خودتون اهل پرسه زدن هست؟ آره. سفرم تنهایی میری؟ نه است. خیلی وقتی که نرفتم، ولی من اهل گم شدنم در شهر. تو برنامه احسان عبدیپور و محمد بهرانی حرف درخشان زد و این بود که خب آدم مهمیه محمد بهرانی، و گفت من هر چی بلدم از ولگردی بلدم. و وقتی از بچگی از من میپرسن میخوای چی کارشی، میگفتم ولگرد، و هنوزم آرزومه که میخوام ولگرد شم. یه بار این کلمه رو باز بررسی کنیم. آقای سعد، تو جهان دستاورد سالار مدرن ولگردی برچسب دشنام میخوره، برای اینکه به نظر میرسه به ظاهر اینکه مولد نیست، چیزی رو تولید نمیکنه، ولی من میخوام بگم اتفاقا چیزهای مهمی در ولگردی وجود داره. من بچگیام یه کتابی رو دیوانوار دوست داشتم، خیلی دوست داشتم، یعنی سیر نمیشدم، اینقدر اینو هی میخوندم واقعا برام سیری ناپذیر بود وجودم نسبت به این کتاب. پیپی جوراب بلند و یکی از من نخوندمش. چیه قصه؟ آره. داستان یه دختریه که پدر مادرش از دست داده و تنها داره زندگی میکنه، تنها یه اسبی داره و خیلی روی پای خودشه، و برای بقیه بچه ها اینه یه اسطوره است. خیلی از کارهایی که بقیه بچه ها نمیتونن بکنن و این میتونه بکنه، یعنی میره خرید، آشپزی میکنه، تصمیم میگیره کی بخوابه، کی بیدار شه. خب یه استقلالی داره، ولی این استقلال رو ازش یعنی سوء استفاده نمیکنه، اما یه کارایی میکنه که به نظر بقیه بچه‌ها عجیب میاد، و اتفاقا هموناست که زندگی رو به این دختر خانم یاد داده. یکیش بگیم ولگردی یا بگیم راه رفتن، پرسه زدنه و رفتن توی اجتماع. میره و چون مستقله خرید میکنه، نگاه میکنه، اظهار نظر میکنه. میدونی یه آدمیه که خودش باید گلیمش از آب بکشه، و این به استقلال شخصیتش، به شناختش، به اینکه با جهان بتونه ارتباط بیشتری برقرار کنه خیلی کمک میکنه. خیلی بر دوره گذر از کودکی به نوجوانی من کتاب تاثیرگذاری بود. خیلی بر من. عالی. خیلی امیدوارم باشه تو بازار. هست، و هست، من نخوندمش. آره، خیلی بخونین، لذت حتما داری. من چقدر دلم میسوزه که شاگردای من پرسه نمیزنن. میدونید ما یه قسمت زیادی از آگاهیمون تو این بتالتی میگذشته، تو بعد از اورای تابستون تجربهش میکردیم، وقتی پدر مادرها خواب بودن میرفتیم کوچه. آره، میرفتیم کوچه، آدمای مختلف، جهان رو بیواسطه لمس میکردیم. و در دنیایی که الان پدر مادرها به منزله یک ضربگیر میان بچه و جهانن، این نکته تلخه که انگار بچه های ما تجربه زیسته اندکی از دنیا دارن. بعد آقای سعد گم شد تا چیزهایی رو پیدا توی کرد. توی همین کتابه که میگه که تو اون جنگل بله، جای بله. پای همه ی حیوانات هست، اما جای پای هیچ بچه ای نیست. دقیقا، چقدر جمله تلخیه. دقیقا میره یه جایی توی طبیعت بکر و میگه حسرت برای من این بود که پر از جای پای حیوانات و مختلف و بدون جای پای هیچ کودکی. نکته مهمه. یه چیزی بگم بعد بریم بله، یه استراحت بکنیم برگردیم. میگه که گم شدن دو معنا داره. یکی گم کردنه، گم کردنه که به معنی گم کردن چیزی آشناست،
و قسمت دومش گم شدنه که به معنی پیدا کردن چیزی ناآشناست. میدونید گم شدن اینطور میتونه به خرد ما اضافه کنه. خیلی ممنونم. برمیگردیم. قربان شما. هر چی که شما راحتی. چای خوبه. دست شما درد. بله. خیلی من ممنون. مرسی. دستتون درد نکنه. دم میکنم. مرسی. آقای دکتر چایی رو ببینید. دست شما درد نکنه. خیلی ممنون. شما دمنوش داری داره؟ بله. خودتون خیلی بله عالی. دست شما میخواین درد نکنه. اگه نه خیلی ممنون. دوست دارین دمنوش. نه دیگه لابد صلاح چایی بوده. شما گفتین چای آخه آقای رضاییان یه ذره بیشتر از چای من بگم دیگه. نه. داشتین فرق گم شدن و گم کردن رو دقیقاً. و داشتم از قصه هایی میگفتم که آشنا رو دوباره ناآشنا میکنه. میدونید برگردیم به آبی دوردست، به این رنگی که این پشت در واقع داره خودشون نشون میده و قصه رو ادامه بدیم. آقای سعد، ماجرا اینه که وقتی دوره آبی دوردست وجود داره، یعنی اون فاصله میان ما و اون امر استعلایی، اون چیز مطلقی که دنبالشیم پیدا کنیم، خودش بخشی از لذت ماجراست. یعنی وقتی میری جلو اون کوه دیگه آبی نیست. یه ذره اینجا نگه داریم. آبی دوردست. آبی دوردست نیست دقیقاً. برگردیم یه ذره تو جامعه خودمون و کتاب رو بیاریم رو این زمینی که روش نشستیم و در مورد اینجا حرف بزنیم. من پژوهشی کردم برای پایان‌نامه‌ام و از بچه‌های زیادی پرسیدم آرزوتون چیه. خب خیال من این بود که آرزوها جاییه که آبی دوردست به گستاخانه‌ترین و صریح‌ترین شکل ممکن باید خودش رو نشون بده. ما از خیال حرف می‌زنیم، از چیزی که دوره و آبی دوردست قراره تم اصلی رویاها باشه. همون چیزی که تو ادبیات کلاسیک ما هم بهش میگن توسن خیال. توسن خیال. بره. دقیقاً. ولی من در آرزوهای 92% شاگردانم، نوجوانان سرزمین ما، آبی دوردست ندیدم. میدونید این یه چیز مهمی رو نشون میده. یعنی خودشون رو میبستن. آره و من جامعه آره دقیقاً. میخوام بگم ما در شرایطی هستیم در جامعه‌ای که این آبی دوردست انگار خیلی خیلی رنگش رو و معناش رو برای ما از دست داده و یه ذره راجع به این حرف بزنیم. ببین آقای سعد، من فکر می‌کنم جامعه‌ای که آبی دوردست نداره هیچ مشکلی رو نمیتونه حل کنه. و آبی دوردست رو باز مثالی اینجایی بزنم. مثلا عدالت یک آبی دوردسته. اینکه انسان‌ها همه ظرفیت رشد داشته باشن، شرایط رشد داشته باشن و رویای آبی دوردستی که شاید هرگز محقق نشه به تمامی، ولی وجود این مفهوم، ولی نگاه کردن به این آبی دوردست میتونه معنادار کنه کار من معلم رو، کار همه اعضای جامعه رو. این قطب نمای ارزشی و حسی جامعه است. یکی از دلایلی که این آبی دوردست رنگ باخته در جامعه ما اینه که یه جاهایی آبی دوردست رو به ما نشون دادن و ما دیدیم که توش ویلا ساختن. منظورم اینه که استفاده، بذارید ساده تر مثال بزنم. اگه من معلمی باشم که از آبی دوردست حرف میزنم ولی زنگ آخر تو کیف من خطکش و خودکار و لیوان بچه ها پیداشه، من دیگه جلسه بعدی حتی نمیتونم از آبی دوردست حرف بزنم و بچه هم هر آبی دوردستی عذابشون میده، گارد دارن نسبت بهش.
چیز مهمی که اینجا میخوام بگم این که درسته که یه جاهایی ما اشتباه کردیم، من اشتباه کردم بلمانی معلم و همه ما از بالا تا پایین، ولی میخوام بگم اون آبی دوردست آبی دوردسته، منم که باید با اون سنجیدشم نه اون با من. اون رنگی که یک جامعه رو میتونه بهش معنا بده، بهش حس بده. عدالت ارزش مهمیه، کرامت انسان یک آبی دوردست مهمه. من تو سالهای اول دبیرستان معلم ما آقای میرمیران معلم ادبیات داستانی گفت که خیلی بر من تاثیرگذار بود، یک حکایتی رو ببینین همینه یا نه، میگفت یه آدمی خسته کوفته تشنه گرسنه توی کویری راه گم کرده بود، یه سواری میاد و میبینه این اصلا داره میمیره، از اسبش پیاده میشه، آب میده بهش، غذا میده بهش، تیمارش میکنه، پرستاری میکنه، میگه که بیا و تو کمی سوار اسب من بشو، بقیه مسیر رو اینجوری میریم که یه کمی تو سوار باش من پیاده، بعد تو پیاده شو من سوار که بتونیم بریم. طرف سوار که میشه تاخ به تاخ دور میشه، اسب و آب و غذا همه رو ور میداره میره. این میگه که رفتی اعتماد من رو هم بردی، ولی این داستان رو تو شهر برای کسی تعریف نکن، بذار اعتماد و دوستی و کمک مفهومش بین بقیه باقی بمونه. عجب قصه ای. و چقدر چند جلد کتاب تو این قصه است. آقا سعد، بزرگترین خیانتی که به یک جامعه میشه کرد اینه که آبی دوردستشو بکشی. و اگه کسی این کار رو میکنه با ناکارآمدی، با خیانت میکنه به آبی دوردست، به نظر من باید شدیدترین جنس تنبیه رو تجربه کنه. برای اینکه اون آبی دوردستی که یک جامعه رو جامعه میکنه. خیلی نکته مهمیه. پس تو روابط فردیمون بگیم عشق گاهی آبی دوردست کسیه. فکر کنم محمود درویشه که میخونه به زیبایی و سروده که قربت کسی نباش که تو را وطن دیده است. قربت کسی نباش که تو را وطن دیده است. قربت کسی نباش که تو را وطن دیده است. اون آبی دوردست رو نکش. اون مفهوم میتونه چیزی که ما رو انسان میکنه. خیلی ظلم بزرگیه که این رو از کسی بگیریم، یعنی توانایی اعتماد مجدد رو ازش بگیریم. این خیلی نکته مهمیه. بریم جلوتر بحثمون رو. در زبان تبتی کلمه وجود داره به نام شول، S-H-U-L، حالا چیز لاتینشه دیگه. شول به معنی ردپاس، ولی چیزی بیشتر از ردپاس، اثر کسیه که جایی بوده یا راهی رو طی کرده. مثلا حیوانی که روی سبزه ها خوابیده، میدونی اون اثر ردپا نیست، ولی انگار اینجا بوده. میخوام بگم نکته مهم باز تو فهم آبی دوردست اینه که آدم های این آبی رو میبینن و شروع میکنن به قدم برداشتن به سمت این آبی، و آبی دوردست ویژگیش اینه که دوردسته، بهش نخواهند رسید، ولی ردپای اینها میدونید، ولی اون شول کمک میکنه که دیگران این راه رو پیش ببرن، دیگرانی برن. همون هنر ژاپنی هم گفتیم و تو کتابم بهش اشاره شد. دقیقاً همینطوره. یه بار دیگه بگی. آره، کینتسوگی رو میگی. آره. کتاب با یه جمله شروع میشه که میگه که بذارید از روی خودش بخونم، جمله اولیه کتابه. میگه هر چیزی ترک دارد و از همانجاست که نور میتابد. هر چیزی ترک دارد. میدونی بعضی از آدما میرن تو دل این مه عدم قطعیت و البته ترک برمیدارن، ولی وقتی باز میگردن هدیه‌ای برای دیگرانن، نوری از اونها میتابه. یه هنری بود در ژاپن به نام کینتسوگی که چیزی که شکسته بود مثل این مثلا قندون رو بند میزدن، و بعد از یه جایی میدیدن که این قندون انگار با همه قندونای فرقی داره، اینکه یه شخصیت داره، این ترک‌ها یه قصه‌ای رو داره تعریف می‌کنه. و بعد شروع کردن اونو با فلزات گرانبها مثل طلا شروع کردن اون بندها رو پر کردن، یعنی چیز ارزشمند خلق می‌شد. من می‌خوام بگم آدم‌هایی که به سمت آبی دوردست میرن همینقدر ارزشمند. و این ترک‌ها در واقع باعث شد که هم گذشته هر رو ببینیم، بله، و هم با اون طلا ارزشمندتر میشد و هم منحصر به فرد میشد، چون دقیقا. هر شکست این شکستگی و شکستگی یه دونه قندونه دیگه متفاوته، اینو منحصر به فردش میکرد. و اینجا میگه که این نمادی از روان ماست. درست روان ماست که این شکست ها
به ما شخصیت میده، کاراکتر میده و همون نقطه قوت همون به ما. و مگه کل تاریخ ادبیات و اندیشه غیر از کینتسوگیه؟ مرتم بعد از که شما گفتید و بعد از که تو کتابم دوباره بهش اشاره شده بود، رفتم آقای شکوری عکسایی دیدم از ظرفایی که شکسته بود و با همین هنر قدیمی ژاپنی، اگه اسمش رو درست بگم سخت برام گفتنش، کینتسوگی، بله، اینا رو مرمت کرده بودن. خیلی آسون گفتی. آره نه، یه میلیون بار تمرین کردم. واقعا ظرفا منحصر به فرد شده بود، چون تاریخ داشت. شکستگی این ظرف مال این ظرف، بله، و بندی که خورده بود مال این ظرف شده بود و هویت پیدا کرده بود و با هیچ ظرف دیگری در دنیا قابل مقایسه نبود. همینطور یه تشخصی بهش میده، یه قصه، یه تاریخی. ما هم آدم ها همینیم آدم ها، اگر بشینیم همینیم تو کونمون و از شکستگی ها بترسیم، هیچ تشخصی رو تجربه نخواهیم کرد. میدونید خیلی نکته جالبی بود گفتید. اینو شما قبلا گفته بود. خواهش میکنم، ممنون از شما. یه چیزی که تو فصلهای گذشته راجبش حرف زدیم در مورد امید بود، یادتونه؟ اینجا هم جای خوبیه که باز بهش رجوع کنیم. ما در مورد امید واقع بینانه حرف میزدیم که دو تا چیزی که به ظاهر با هم در تضاده این رو شکل میده. یکی حقایق بنیادین بود راجب دنیا، رنجهاش، اتفاقات، و دومی خیالهای سودمند بود، در واقع سنتزی از حقایق بنیادین که غالبا تلخن و خیالهای سودمند در همبستگی با همدیگه امید میسازه. من میخوام بگم جامعه ای، آدم هایی، هر کسی که این خیال سودمند یعنی این آبی دوردست رو نداشته باشه، عملا حقایق بنیادین غرقش خواهد کرد. خیلی مهمه این نکته، خیلی، و در کتاب هم بهش خیلی ارجاع میده. نویسنده پرسزنیش رو باز ادامه میده، تعریف میکنه راجع به پرسزنی در خرابه ها در یک بیمارستان متروک حرف میزنه. جمله جالبی که میگه، میگه شهرها رو طوری میسازن که شبیه یک ذهن آگاهه، همه چی جا داره، این جاده ها ما رو میرسونه، خدمات مختلف، ولی میگه انگار خرابه ها ناخودآگاه شهره و پرسه زدن در خرابه ها خانش ناخودآگاه شهره. در زمانه زندگی میکنیم که به نظر من و به نظر نویسنده ساختموناش ترسناکتر از خرابه هاشن و گاهی باید به اون خرابه ها سر زد. خرابه سازه یک انسان ها ساختن و به دست طبیعت سپرده شده و اینم یه کینتسوگی توش داره، اینم یه داستانی توش داره. چرا رها شده؟ قصه این محل چی بوده؟ تو اون بیمارستان متروک انواع و اقسام پرونده ها رو پیدا میکنه که پرونده آدمایی که مردن، درد داشتن، مشکلی داشتن، میدونی، تو اتاقای جراحی، تو سردخونهش، تو کشوهایی که زنگ زده و بیرونش میکشن، و تو این قصه انگار ناخودآگاه شهر رو داره خانش میکنه. آقای سعد یه قصه رو یه جایی نقل میکنه از آقای آیزاک وینرسن، قصه یه دخترکیه که عاشق یک ملوان بوده. پدر دختر مخالف این ازدواج و این رابطه است و ملوان رو تبعید میکنه به سرزمینی دور، اما دختر عاشق اون آبی دوردست، اون عشق میمونه، عشقی که شاید هیچ وقت دیگه نمیتونه داشته باشه. پدر ثروتمنده و دختر شروع میکنه گشتن دنبال اون رنگ آبی دوردست بی‌نظیری که تو خیالش داره. از چین، از جاهای مختلف، انواع کوزه ها، ظروف رو میارن و در واقع هیچ کدوم اون آبی نیست. پدر یه جایی بهش میگه شاید آبی که تو خیال میکنی اصلا وجود نداره، شاید اون آبی واقعی نیست، نمیشه ساختش. ولی دختر اصرار داره، سماجت میکنه، جستجو میکنه آبی دوردست رو. پدر از دنیا میره بدون اینکه آبی دوردست رو ببینه و دختر ناگهان چند سال بعد از مرگ پدر کوزه آبی رو میبینه که دقیقاً همون آبی دوردسته. قصه اینطور تمام میشه که دختر میگه من دیگه میتونم راحت بمیرم، چون قلب من رو بعد از مرگم در این کوزه آبی بذارید و در بقیه جاودانگی و تا ابد این قلب نرم و آرام درون این آبی دوردست بتپه، درون این بتپه. شاید ربطی نداشته باشه، ولی من یاد دو تا یه فیلم و یه حکایت افتادم. بفرمایید. ببینین آیا ربط داره؟ همیشه ربط داره چیزی که میگیم. لطف شماست. یکی یاد فیلم همشهری کین افتادم. بله بله. اون راز اون. بله. روزبادی که در واقع فیلم شاهکار اورسون ولز. تا بگیدش. شاید کسی ندیده باشه فیلمو. اون کلمه‌ای که در واقع در ذهن شخصیت اصلی فیلم هست و مثل یک راز همه دنبالش این که معنا و مفهوم این کلمه چیه، روزباد. و بعد
سورتمه‌ای که تو بچگیش باش در واقع بازی می‌کرده روش نوشته بوده روزباد و این تمام زندگیش وصل بوده به اون بازی کودکی، به اون خیال اون دوران، به اون افکار اون موقع و این باش بوده تا لحظه مرگش. حالا توی فیلم خب خیلی معنا داره. توی این فیلم اینه که اون پاسخه زیاد مثل آبی دوردسته. وقتی میری جلو اسم سورتمه است. اما نکته اینه که زیستن خود پرسش هاست که اینجا مهمه. یه چیزی راجع به شما بگم بعد اون حکایت رو بگین. یه بار من با شما حرف میزدم و من از شما پرسیدم که چرا اینقدر کتاب میخونید؟ شما خیلی میخونید و نکته این بود که گفتید که من مشتاق دنبال یه چیزی هم. و بعد گفتم سروش سال هاست که میخونید و آیا پیدا کردید و گفتید اصلا مسئله پیدا کردن نیست. از یه جایی به بعد خود این جستجو برای من اصالت داره. اینا رو که من اصلا یادم نمیاد ولی اگه گفتم پس معلومه گاهی وقتا حرفای جالبی زدم. آره و اینکه بگردیم انگار زندگی جوری که توصیف میکردیم در مورد در جستجوی اون روزباد اون آبی دوردست بوده و خود زیستن فرسش ها گاهی از پیدا کردن پاسخ ها خیلی اصیل تره. میگه که هیچ دانی راه رو چون رفت راه، هر که افزون رفت افزون دید راه. آفرین. به نظرم خیلی زنده باد. زنده باد. امیدوارم شعر رو همشو درست خونده باشه. ولی مفهوم فوق‌العاده. ولی هر که افزون رفت افزون دید راه. خیلی جالب. یه سوال بیننده ها از خودشون بپرسن چقدر راه رفتن؟ چقدر پرسه زدن؟ چند بار گم شدن؟ آخرین باری که میدونید گاهی پرسه‌زنی در ذهنه، گاهی ما نه یه ماجراجوی عینی که به ذهنمون جسارت گشتن و ماجراجویی میده. آخرین بار کی بوده؟ لذتی عمیق و البته رنجی بزرگ در این ماجراجویی هست و دلمون انگار تنگ شده براش، نه؟ بله به شدت. و این اگر هستی باشه و ما نقطه‌ای، هر چقدر بزرگتر بشه این نقطه پیرامون ندانسته هامون هم داره بیشتر میشه. ولی ما باید خودمون رو بزرگ کنیم، هرچند که دوباره با دایره با یک محیط ناشناخته بزرگتر و بزرگتر رو بریم. داستان بعدی که واقعا ربطی به آبی دوردست نداشت ولی به ذهن من اومد، حکایت اول مثنوی مولویه. اونجا که کنیزک بیمار میشه و همه پزشکا میان و بعد کسی میاد و اسامی شهرها و آدمها رو همچنین نبض این کنیزک رو گرفته داره میگه و با کنیزک رو معاینه میکنه با نبضش و ببینه کدوم شهر کدوم آدم باعث میشه نبض این یه حرکتی بکنه. نمیدونم چرا یاد آبی دوردستی که شما نه، گفت نه کاملا رفت داره. میتونین اصلا تداعی اون آبی دوردسته که باعث میشه قلب ما این ساعت سرخ میدونی شدیدتر بتره، چون آرمانمونه دیگه. چون آرمانمونه. خیلی جمله خوبی گفتین، شاید ما هیچ وقت نرسیم. آره. ولی میریم به سمت، یعنی باید بریم به سمت. آره ساعت وصلش کنیم به قصه اول، سوت زدن در تاریکی. جستجوی آبی دوردست شبیه سوت زدن در تاریکیه. شاید کسی از تاریکی نیاد کمک ما، ولی چه کار دیگری غیر از سوت زدن میشه کرد؟ غیر از اینکه همه تلاشمون رو بکنیم میشه کرد. میدونید خود کتابم این... میگه خیلی اتفاقا تو این گم شدن‌ها دیگه پیدا نشدن. آره این خیلی از کاشفا میگه. آره میگه خیلی ها پیدا نشدن ولی این... و خیلی هم چیز عجیبی پیدا کردن. مثلا بله. عزیز رسمی میگه خب وقتی کاشفان اومدن قاره آمریکا، خب یه جنگی نابرابر با سرخپوستایی که اونجا بومی بودن ایجاد شد و تو این جنگ خب نمیخوایم ارزش گذاری کنیم، آدم کشته شد، خیلی از این اتفاقات، ولی میگه سرخپوستا وقتی به اسارت میگرفتن کودکان رو یا آدمها رو، حالا بعضی از خانوادهشون هم میکشتن جلوشون، ولی اون یکی از اونا رو یا چند تا از اونا رو میووردن تو قبیلهشون برای اینکه این امتداد یه آدم مرده باشه، اون رو تداعی کنه. میگه خیلی از آدمایی که رفتن تو این قبایل سرخپوستی دیگه اسیر نبودن، تحت سرپرستی قبیله بودن و اصلا در حالی که دیگه آزاد بودن که از قبیله برن، میدونی نمیخواستن برن، گم شده بودن و رنجالود قطعا، اما انگار چیزی بیشتر و چیزی عمیق‌تر رو پیدا کرده بودن. من امروز دارم زیاد حرف میزنم از بس صحبتای شما. من امروز خیلی اتفاقا لذت میبرم از این. یه فیلم مستندیه که فکر میکنم دیدید، ولی اگه ندیدید میخوام هم به شما هم به بیننده ها پیشنهاد بکنم. اسمش هست فری سولو. من ندیدم این فیلم. آره داستان یک صخره نوردیه که از دیواره های سنگی
به تنهایی، سولو برای اینکه تنها، و بدون تناب یا هیچ محافظی، فریش برای اینه. بدون هیچ کدوم از این تنابهای محافظ و تنها میره بالا. و الان فیلم داستان اینه که میخواد یکی از بکنم بلندترین دیواره سنگی جهان رو که تا به حال هیچ کسی تنها و بدون محافظ، بدون تناب نرفته بالا، بره بالا. میان بهش میگن میمیری. خیلی میان بهش میگن میمیری. میگه آره، ولی شاید بمیرم، ولی برای این کار یه برش مرگه، ولی اگه از به این فکر کنم خب این کار نمیتونم انجام بدم. من دو تا چیز میخوام بگم ببینید شما موافقین یا نه، که این مسیرهای گم شدن لزوماً همیشه توش پیدا شدن نیست. اینو باید پیه اینو به تنمون بمالیم اگر میخوایم گم بشیم. ولی اصولاً هر کاوشگری لزوماً پیدا نمیکنه، ولی این دلیل نمیشه که کاوش نکنه. اگر میخواد زندگیشو بسط بده و بسیط کنه، باید این رو هم قبول بکنه که میره تو یک مسیر ناشناخته‌ای. انشالله که پیدا میشه، شاید هم پیدا نشه. ولی حتی اگه پیدا نشم، راهی رفته و لذتی برده که با هیچی قابل مقایسه نیست. و دانشی کسب کرده که عمیق و زندگی کرده که و یکی دیگه این که این گم شدن ها، این مسیرها به تعداد انسان ها متفاوته. بله. یکی خودشو توی مطالعه گم میکنه، یکی با خوندن کتابه، یکی با سفره، یکی با حرف زدنه، یکی بالا رفتن از اون دیواره سنگیه، یکی با توی آزمایشگاهه. یعنی گم شدن فقط به معنی اینکه بریم توی کویری و یک مسیری بریم نیست. هر کسی با روح خودش، با وجود خودش وارد راه‌های ناشناخته وجودی خودش. همینطوره، دقیقاً. و چقدر نکته مهم میگفتین. باز این گم شدن ارمغانی داره برای ما. نویسنده معلومه که زندگی خانوادگی تلخی داشته، پدر مادری و خانه‌ای که درش اتفاقات خیلی بدی افتاده، در مثل همون کودکی که گفتین در واقع خونه رو ترک میکنه، اونم ترک میکنه و میگرده، گم میشه در صحراها، در خرابه ها، در موسیقی، در خواندن، در و بعد مدت ها برمیگرده به خونه پدریش در حالی که پدرش فوت کرده. یه تصویری میگه از پدرش، میگه که پدرم خیلی آدم شاید بد اخلاقی بود، یه شیر کاکائو روی میز بود که ترشیده بود. پدرم شب از یه جلسه برگشت و فکر کرد که خب من اینو گذاشتم و با اسراف خیلی مشکل داشت. من خواب بودم، در اتاق باز کرد، 9 ساله بودم و این شیر کاکائو رو، نویسنده میگه، پاشید رو صورت من و شروع کرد فریاد کشیدن که چرا اسراف میکنید، چرا شیر. بعد نکته مهم اینه که میگه من بعد مدت‌ها تو این گم شدنه یه چیزی رو فهمیدم، اینکه پدر من با همه بدیاش فعال محیط زیست بود، گونه‌های مختلفی داشتن ناپدید می‌شدن اطراف ما و پدر من با همه گرفتاری‌هایی که تو روشن نگه داشتن چراغ خونمون داشت تلاش می‌کرد یه جوری جلوی دولت بایسته که این گونه‌ها حفاظت شن. میگه من تازه فهمیدم توی کتابی که پیدا میکنه که پدرم نقش داشته تو این گوزنایی که سر و کله‌شون داره پیدا میشه، تو سنجابایی که از انقراض نجات پیدا کرد. و به این فکر کردم که شاید روز خیلی وحشتناکی داشته اون روز، میدونید. یعنی میخوام بگم این گم شدنه یه جورایی نگاه ما رو، میدونید، به دیگران هم تغییر میده. نکته خیلی مهمیه. آخر بحث رو سروش عزیزم، که خیلی من لذت بردم این قسمت، با یه چیزی که از کتاب بخونم تموم کنم. اولین چیزی که گفتیم، قصه مهمی که گفتیم، قصه پسرک کری بود که سوت میزد در حالی که خودش نمیشنید. آخرین چیزی که میخوام باش تموم کنم همون چیزیه که همون قصه که خیلی شبیه اینه ولی یه شکل دیگه‌شه. ربکا سولنی تعریف میکنه که یه مردی بوده که نابینا بوده و برای اینکه اموراتش بگذره یه سری شکلات شبیه لاک پشت میفروخته و آدم هم ازش میخریدن، بهش میگه مرد لاک پشتی. و بعد نکته اینه که میگه که یه جایی من مرد لاک پشتی رو دیدم با عصای سفیدش، در حالی که صداش میومد که داد میزد کمک کمک کمک. و بعد میره جلو میبینه میخواد از خیابون رد شه، خیابون خیلی آدم توش نیست و داره داد میزنه تا کسی بیاد دستشو بگیره و از خیابون ردش کنه. بعد میگه چه درس مهمی در اینه که ما گاهی که نمیبینیم، گاهی که در تاریکی غرق شدیم، بتونیم شجاعانه بگیم کمک کمک کمک.
شاید کسی بیاد دستمون رو بگیره، شاید هم نیاد. و چیزی که پایانش می نویسه این خیلی درخشانه، میگه صدایی می شنوی و تصور می کنی صدای کامیون بزرگی بوده است که از نزدیکت رد شده وقتی در تاریکی غرقی. تمام اینها در کسری از ثانیه اتفاق می افتد. کسی را می بینیم و قصه ای از او در ذهنمان می بافیم و گاهی وقتها جهانمان را در ذهنمان می بافیم. با همین قصه ها خودمان را به دردسر می اندازیم. تمرین آگاهی نمی گوید جهان خودت را نباف. ما ذاتاً این کار را می کنیم. دست خودمان نیست که بعد از شنیدن آن صدا کامیون را تصور می کنیم. تمرین آگاهی می گوید خیلی پایبند گمانت نباش. بیش از حد مطمئن نباش. و در این نوع ساده تر بودن شبیه مرد لاک پشتی بودن ایرادی ندارد. گاهی بد نیست ندانیم قرار از چه کنیم. بد نیست گاهی به مانعی بخوریم. بد نیست متوجه شویم که زندگی رازآلود است. کمی عدم قطعیت و بلا تکلیفی در خود دارد. بد نیست بدانیم که ما احتیاج به کمک داریم. بدانیم کمک خواستن از دیگران کاری کاملا سخاوتمندانه است، چون به دیگران اجازه می دهد کمکمان کنند و به ما اجازه می دهد کمک بگیریم. گاهی ما طلب کمک می کنیم، گاهی پیشنهاد کمک می دهیم و این طور است که این جهان نامراد جای بسیار متفاوتی می شود. این جهانی است که در آن کمک می کنند و کمک می گیرند. یه آبی دوردست ها، ولی خیالش هم می دونید باعث می شه آدم قلبش داغ شه. و در چنین جایی است که این جهان پر جذبه و بیچون و چرایی که من می بینم کمی و فقط کمی از ضرورت و استیصالش را از دست می دهد. در جهانی سخاوتمند، در جهانی که کمک در دسترس است، نیازی نیست آدم درباره جهان آنطوری که خودش می بیند یک دندگی به خرج بدهد. عالی بود و خیلی کتاب خوبی بود. یه بار اون تم اصلیشو در موردش حرف بزنیم در یک دقیقه و بعد سوالو بپرسم. من بگم که در فاصله دو بخش دوباره بخشی از پیغام هایی رو که برامون گذاشتن رو دیدیم. خیلی این پیغام ها ما رو خوشحال میکنه، هم شما میخونین هم ما میخونیم و واقعا شورآفرینه برامون. دقیقا، خیلی ممنونم. و چقدر چون در مورد معلمان بود خیلی لذت بخش بود، خیلی عالی. و بازم حتما بنویسن سوال رو میگم. کتاب در مورد آبی دوردست بود، چیزی که شاید هرگز بهش نرسیم. در مورد گم شدن بود، در مورد سوت زدن در تاریکی بود، در مورد خرچنگ های گوشه‌گیر بود، در مورد شیرکاکائو بود، در مورد سرخپوستا بود، در مورد دست چفورا، همه‌شو مرور کنیم. و در آخر به نظرم دیدی که به ما میده اینه که باید جرأت داشته باشیم گم شیم و بدونیم که بقیه هم که تو این مسیر میبینیم گم شدن و این ما رو مهربانتر میکنه. سوالی که میخوام از مردم بپرسم و خواهشم اینه که حتما برای ما بنویسن و برای ما خیلی ارزشمنده، اینه که تجربه اونها در گم شدن و در سوت زدن در تاریکی چی بوده؟ به زندگیشون فکر کنن و از جایی که به دنیا اومدن تا الان که این صدا رو میشنون یا میبینن. سود زدنی که همون کمکه. آره همون کمکه. کجا تو زندگیشون سود زدن؟ چی شد؟ آیا کسی از تاریکی اومد یا نیومد؟ میشه اضافه کنیم و آیا سوت بقیه رو میشنون یا نه؟ آفرین. خیلی خیلی ممنونم از شما. یه بار دیگه جمله‌ای که گفتین رو منم خیلی تأثیر گذاشته، تکرار میکنم. مواقعی هست که کمک میخوایم، کمک خواستن از دوستانمون جهان رو زیباتر میکنه، چون اونا میان کمک میکنن و ما به هم نزدیک میشیم و جهان زیباتر میشه. کمک بخوایم و کمک بکنیم مواقعی که میتونیم. سکوت جهان رو با صدای سوت فقط میشه طاقت آورد. سوت بزنیم در تاریکی و بشنویم. چقدر درخشان گفتید. صدای سوت دیگر آخرش که پدرشون میبخشه صدای سوت زدن پدرشون میشنه. عالی. خیلی خیلی از شما متشکرم. مرسی از شما. خیلی ممنونم. و خدا نگهدار. خدا نگهدار.